بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 53 تجوید قرار داریم. در این درس ما مد بدل، صله صغرا، مد تمکین در نظر میگیریم. در درس قبل ما گفته بودیم که مد به دو بخش تقسیم میشه، مد اصلی و مد فرعی. و در مد اصلی ما گفتیم که مد عوض است، صله صغرا است، مد تمکین است و مد بدل است. حالا ما اول مد بدل رو میبینیم، باز مد صله صغرا رو میبینیم و باز مد تمکین و مثال هایش هم اینجا میبینیم. مد بدل کدام مد میگن؟ هرگاه دو همزه پهلوی هم قرار بگیره و اول متحرک و دومی ساکن باشه، همزه دوم به مد تبدیل میشه، به حرف مدی تبدیل میشه. هرگاه دو همزه پالوی هم قرار داشته باشه، مثلا دو الف همزه که اولش متحرک باشه و دومش ساکن باشه، الف همزه دوم به الف ساکن مدی تبدیل میشه. و هرگاه دو همزه پالوی هم قرار داشته باشه، ما همزه را به سه حالت نوشته کرده میتونیم. یکی به قسم الف همزه نوشته کرده میتونیم، یکی به قسم واو همزه نوشته کرده میتونیم و به قسم یا همزه نوشته کرده میتونیم. و در حالتی که الف همزه حرکی باشه و بعد از او واو همزه بیه، او را ما امو واو همزه را به واو ساکن تبدیل میکنیم که میشه مثل مد طبیعی تلفظ میشه. و همچنان مثل در یا همتر است. اینجا مثال هایش ما میبینیم. آمنو اصلا کی است؟ نوشته لغت اصلا است الف همزه، الف همزه و میم نون واو. و چون دو همزه پالوی هم قرار گرفتن، همزه اول متحرک است و همزه دوم سکون است. همزه دوم سکونه به الف مدی تبدیل میکنن که میشه این مد بدل. مثلا مثالش یخادعون الله والذین آمنوا، آمنوا به دو رقم نوشته میشه، و ما یخدعون. در صورتی که همزه به قسم واو نوشته شوه، بالای واو نوشته شوه، او تو در لغت الف همزه، واو همزه و تی واو است. و در آیات مثلا ببینین که چی رقم من الذین اوتو الكتاب. مثال دیگهش ایمان، اصل لغت کی هسته؟ الف امزه یا امزه، میم الف نون الف است و ایره به قسم نوشته میکنن که همزه دوم به یا تبدیل میشه. مثالش فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یک چیزی را که من متوجه شدم که اکثریت همی لفظ لغت قرآن، اینمی القرآن، اینمی هم که از مد بدل است، ایرا خصوصا افغانا اکثرا ایرا قرآن میگن که ای تلفظ غلط میکنن. ای القرآن است، ای مد بدل است، متوجه باشن. یراؤون آمن و جاؤو، اینی ها کلش مد بدل مثال هایش است. مد صله صغرا کدام مد میگن؟ هرگاه ضمیر مفرد مذکر غایب وقتی حرکتش دمه و کسره باشه و در بین دو حرف متحرک قرار بگیره،
و بعد از حمزه نامده باشه او را مد سله صغرا میگن و اگر حمزه بعد آمده باشه بازو قانون تغییر میکنه و مطلب از ضمیر مفرد مذکر غایب که هست یعنی مثلا سکن حرف صاحبه یا لهو اینمی های آخره اینمی مطلبش است که اینمی در صورتی که ضمه داشته باشه و کسره داشته باشه و در بین دو حرف قرار بگیره که طرف چپ و طرف راستش حرکی باشه در اون حالت ایمد صله صغرا گفته میشه. مثالش سعی کنین: قال له صاحبه. اگه ما ایره کلش بخوانیم این اردوی از این مد داره، مد صله صغرا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي ایبا ها با دمه بود و این مثال دیگه سه کنین ها با کسره است، با کسره که است با قسم یا نشان داده میشه و در دمه که است با قسم واو نشان داده میشه. و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. ای بود سله صغرا که نمیقدر متوجه باشین که هرگاه ها در حالت دمه و کسره باشه و او ها ضمیر مفرد مذکر غایب نشان بده و طرف راست و چپش حرفا حرکت داشته باشه و در او حالت مد صله صغرا گفته میشه. مد تمکین کدام مد میگن که هرگاه دو یا و یا دو واو کنار هم قرار بگیره و حرف اول ساکن و دومی متحرک باشه و ما در قانون داریم وقتی که اول ساکن میشه دوم متحرک میشه ای ادغام متماثلین میشه، به خاطر جلوگیری از ادغام متماثلین ایره مد تمکین میسازن که با هم یک جا نشن. مثلا الذي يوسوس آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا. ببینین که در اصبروا ما نمیخواهیم که واو اصبروا همراه واو وصابروا یک جا شوه، از این خاطر اینجا مد تمکین میارن. و حالت دیگه ای است که دو یا کنار هم قرار بگیرن که یا اولی هم مکسوره باشه و هم مشدد باشه و دومی ساکن باشه، در اون حالت ایره مد تمکین تشکیل میده. مثلا یقتلون النبیین.